عزیزان بیننده تلویزیون پرتو، درود بر شما. پدرام نواندیش هستم، به همراه همکارانم برنامه نینا مروری بر اخبار جنبش کارگری ایران را تقدیم شما میکنم. امیدوارم علی‌رغم خستگی ناشی از کار و تلاش روزانه همکنون به دیدن برنامه خودتون نشستید. بدون مقدمه ببینیم این هفته وضع هم طبقه ای هایمون در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی سرمایه‌داران چگونه بوده. به دنبال چند روز اعتراضات کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان و مهلت در روزه تعیین شده از سوی مسئولان استان جهت رسیدگی به خواستهای کارگران معترض این کارخانه، روز 25 آبان ماه مدت زمان تعیین شده به پایان رسید و بنا به گفته کارگران این کارخانه هیچ یک از آنها محقق نگردید و به این جهت کارگران نیز از بعد از ظهر روز یک شنبه 26 آبان ماه به تجمعات اعتراضی خودشون رو از سر گرفتن. تجمع اعتراضی کارگران پلی اکریل اصفهان روز دوشنبه در محوطه کارخانه ادامه پیدا کرد. فرماندار رژیم اسلامی در مبارکه سراسیمه با دادن وعده رسیدگی به خواستای کارگران از اونها خواست به تجمع اعتراضی خودشون پایان بدن و بر سر کارهاشون حاضر بشن. وعده فرماندار رژیم اصلامی در مبارکه اصفهان مبنی بر رسیدگی به خواست کارگران پس از مذاکره با تنی چند از نمایندگان کارگران صورت گرفت. فرماندار رژیم وعده داد که به زودی شورای کار اسلامی رژیم رو در پلی اکریل برقرار خواهد کرد، اما این خواست کارگران نبود و کارگران خواستای خودشون رو در چند بند تنظیم کرده و به اطلاع مسئولان رژیم رسانده بودند. نمایندگان کارگران که به وعده‌های مکرر مسئولان استانی رژیم اسلامی اصلا خوشبین نیستند، درخواست فرماندار رژیم اسلامی در مبارکه رو مبنی بر پایان دادن به اعتصاب و بازگشت به سر کاراشون رو تا موقع رسیدگی به خواستای اونا رو مشروط به پذیرش اون در مجمع عمومی خودشون اعلام کردند. مجمع عمومی از فرماندار مبارکه خواست که بیاد و قولهای خودشو در جمع کارگران بیان کنه، اما فرماندار مبارکه از این کار خودداری کرد و کارگران همچنان به اعتراضات خودشون ادامه دادن. صبح روز سه‌شنبه کارگران با راهپیمایی در محیط کارخونه به سر دادن شعارهایی علیه مدیریت کارخونه دست دادن. کارگران کارخونه مصمم به ادامه اعتراضات خود تا دستیابی به خواستای برحقشون هستن. کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان که از روز 8 آبان ماه اعتراضات خودشون رو آغاز کردن و تا کنون نیز ادامه پیدا کرده، خانه استعفای مدیر عامل و هیئت مدیره کنونی و حفظ و بررسی اسناد مربوط به عملکرد اونها هستند. کارگران خواهان بازگشت به کار کلی کارگرانی هستند که از کار اخراجشون کردن. لغو قراردادهای موقت و سفید امضا از دیگر خواستای کارگران اعتصابی کارخانه پلی اکریل اصفهان هستش. کارگران اعتصابی این کارخانه نسبت به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل معترض بوده، خواهان افزایش دستمزدشون تا سقف 20% هستند. همچنین کارگران اعتصابی ضمن اون که خواهان متوقف کردن اجرای طرح CUB مربوط به مستقل کردن واحدهای تولیدی زیر مجموعه کارخانه پلی اکریل هستند، خواستار برقراری مزایای دیگری چون برقراری حق سختی کار که از فیش‌های اونها حذف شده بود نیز هستند. خواهان عذرخواهی مدیر عامل و هیئت مدیره در توهین‌هاشون به کارگرای کارخانه هستند. اما کارگران اعتصابی در بخش دیگری از مطالبات خودشون خواستار رسیدگی به وضعیت اسفبار کارگران پیمانکاری کارخونه شدند. خبر دیگه بشنوید. به دنبال اعتصاب شکومند کارگران شرکت‌های فراورش و خارزمی در پتروشیمی بندر خمینی و موافقت اونها در تحمیل افزایش 32% دستمزد، از صبح روز دوشنبه 1500 کارگر پتروشیمی بسباران از زیر مجموعه های پتروشیمی بندر خمینی دست به اعتصاب زده و خواهان افزایش دستمزدهای خودشون شدند. این کارگران اعلام کردند که دستمزدهای کنونیشون به هیچ عنوان تامین کننده هزینه های سرسام‌آور زندگیشون نیست و تا رسیدن به خواستای خود برای افزایش دستمزد به اعتصابشون ادامه خواهند داد. به دنبال آغاز اعتصاب کارگران پتروشیمی بسباران
مسئولین این شرکت از ساعات اولیه صبح روز دوشنبه تلاش کردند با ایجاد تفرقه در میان کارگران اونها رو وادار به شکستن اعتصابشون کنند، اما با هوشیاری کارگران این اقدام کارفرما شکست خورد و کارگران تا لحظه مخابره خبر هر کدام در قسمت‌های خودشون همچنان در اعتصاب به سر می‌برند. خبر دیگه، به دنبال اعتراض‌های پیگیر کارگران اخراجی و بازنشسته کارگران کارخونه کنفکار رشت، مقام قضایی رژیم اسلامی اقدام به صدور حکم تعطیلی کارخونه کنفکار رشت کرد. به این ترتیب علاوه بر 187 نفر کارگر کارخونه کنفکار رشت که تا سال 1390 اخراج و یا بازنشسته شدند، 61 نفر دیگر کارگر این کارخونه که سال 92 به کار استخدام شدن نیز بدون دریافت دستمزدشون طی چند ماه گذشته از کار اخراجشون کردن و به این ترتیب مدیر کارخونه مذکور تاکنون 248 نفر کارگر این کارخونه رو بدون پرداخت دستمزد و حقوق اونها از کار اخراج و یا بازنشسته کرده. همکنون فقط رقم مطالبات کارگران بازنشسته و اخراج شده این کارخونه بدون احتساب مطالبات کارگران اخراجی اخیر بالغ بر 2,400,000,000 تومان استش. کارگران کارخونه کنفکار رشت سال 84 توسط دولت سرمایه‌داران اسلامی به بخش خصوصی واگذار گردید و تاکنون چندین بار مالکان کارخونه تغییر کردند. کارگران به درست تشخیص دادند که اگر مالک کارخونه معین نیست، کارخونه و اموال اون معین هستش و با فشار به مقام‌های رژیم اسلامی میتونن بخشی از اونو به فروش برسونن و بخشی از مطالبات خودشونو تامین کنن. رژیم اسلامی موظف به تامین زندگی کارگران اخراجی و بازنشسته این کارخونه هستش. یه خبر دیگه، در پی 5 روز اعتراض کارگران کارخونه قطعات بتونی گیلان، سرانجام کارفرمای این کارخونه فقط 2 ماه از دستمزدهای کارگران کارخونه رو پرداخت کرد. کارگران این کارخونه به غیر از دستمزد آبان ماه خود 4 ماه دستمزدشون رو طلب داشتن که به این ترتیب هم اکنون 3 ماه دیگر نیز طلب دستمزد دارن. تجمعات اعتراضی کارگران قطعات بتونی گیلان در رشت از روز دوشنبه 13 آبان ماه شروع شد و تا پایان روز شنبه 18 آبان ماه ادامه پیدا کرد. حتی مدیاهایی چون بی بی سی هم اونو منعکس کردن. ما اعلام میکنیم بهانه های کارفرمایان و دولت اسلامی اونها مبنی بر داشتن مشکلات نقدینگی پوچ و عوام فریبانه ازش. بر این نکته تاکید میکنیم این سفره کارگران هستش که چند ماه خالی از نان و هر گونه امکانات زندگی است، نه جیب کارفرماها و نه حساب بانکی سرمایه‌داران و دولت اسلامیانها. یک خبر هم از کارگران معدن طلای زرکان تکاب، تعداد 20 نفر از کارگران این معدن اخراج شدند. بنا به گفته یکی از کارگران، کارفرما قصد داره تا پایان آذر ماه تعداد 300 نفر دیگر از این کارگران رو به بهانه‌ای پایان قراردادشون از کار اخراج کنه. 550 نفر کارگر معدن طلای زرکان تکاب روزهای پر از استرابی رو میگذرونن. هر آن انتظار اون میره که اسم یکی از اونها خونده بشه و از کار اخراجشون کنن. قراردادهای کارگران معدن طلای زرکان از 1 ماه تا 3 ماه ازش. کارفرما در پاسخ اعتراض به حق کارگران گستاخانه اعلام میکنه که این روال کارشون و این روال بدون اطلاع مسئولان رژیم اسلامی انجام نشده و نمیشه. و اما 120 نفر کارگر کارخونه لبنیات کوهرنگ مدت 3 ماه هست که دستمزدی نگرفتن. مالک کارخونه تولید در این واده تولیدی رو از مهر ماه سال جاری به بهانه نداشتن توجیه اقتصادی متوقف کرده و کارگران رو بلا تکلیف رها کرده. کارگران دستمزد ماهای مرداد، شهریور و مهرشون رو دریافت نکردن. سال پیش در همین کارخونه تعداد 200 نفر کارگر به کار اشتغال داشتن که 80 نفر اونها از سوی کارفرمای کارخونه با بهانه اتمام قراردادهای اونها از کار اخراج شدند. دبیر تشکل دولت ساخته خانه کارگر نیز حتی این بهانه سرمایه‌دار را پوچ و غیر قابل قبول میدونه.
عبدالله رئیسی ماشینالات این واحد تولیدی رو مدرن توصیف کرده و ادعای اقتصادی نبودن ادامه تولید رو پوچ و بیهوده عنوان کرده. و اما خبر آخر، کارگران بخش تأسیسات دانشگاه علم و صنعت تهران در اعتراض به اخراج اخیر تعدادی از کارگران شاغل در این بخش و نیز اعتراض به شرایط وخیم کاری خود روز دوشنبه مقابل اداره خدمات این دانشگاه تجمع کردند. 70 نفر کارگر بخش تأسیسات این دانشگاه زیر نظر شرکت پیمانکاری پارس آماد به کار مشغول هستند که طی ماه گذشته تعداد 10 نفر از کارگران این بخش توسط کارفرمای شرکت واسطه‌ای و انگلی پارس آماد از کار اخراج شدند. همچنین کارفرمای شرکت مذکور اعلام کرده که قصد داره به زودی تعداد 20 نفر دیگر از کارگران شاغل در این بخش رو از کار اخراج کنه. یکی از کارگران معترض در جمع کارگران تأسیسات دانشگاه علم و صنعت میگه که کارفرما با کلیه کارگران این بخش قراردادهای سفید امضا منعقد کرده. تاریخ پایان قرارداد شهریور ماه سال آینده استش، اما پیمانکار به این نکته اصلا اهمیتی نداده و کارگران رو اخراج کرده و میخواد 20 نفر دیگر رو اخراج کنه. دستمزد کارگران حتی از حداقل مصوب قانون کار ارتجاعی رژیم هم کمتر استش. کارفرمای شرکت مذکور بنا به گفته کارگر اعلام شده بابت شیفت شبانه کارگران تنها 18 هزار تومان به اونها پرداخت کرده و از مرخصی بعد شیفت شب کارگران هم ممانعت به عمل میاره. به حق باید گفت هم کارفرمایان و هم دولت اسلامی اونها باید شرشون رو از سر کارگران و توده های کارکن جامعه کم کنن و این فقط با مبارزه پیگیر و متشکل شما کارگران، شما توده های کارکن جامعه میسر هستش. عزیزان، از اینکه تا این لحظه همراه برنامه‌های خودتون بودید از شما سپاسگزاریم. برای ما نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو به آدرس tvparto@gmail.com ارسال کنید. همواره شاد و پیروز باشید.